با سلام به شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی تلویزیون کانال جدید. من گلشن حیدری هستم با برنامه نگاه روز در خدمت شما دوستان. همطور که میدونیم تحولات در سوریه مرکز توجه مردم، دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی در دنیا شده است. از یک سو مردم سوریه در جمعیتی عظیم به خیابان‌ها آمدند و خواهان سرنگونی حکومت بشار اسد هستند و اعلام کردند که حکومت زور، ترور و سرکوب سیاسی نمی‌خواهند. و از سوی دیگر در سطح بین‌المللی نیز سازمان‌ها و نهادهای گوناگون نیز راه حل‌های گوناگونی برای حل مسئله سوریه پیشنهاد می‌کنند. سازمان ملل یکی از این نهادهای بین المللی است. برای مردم ایران نیز اوضاع سوریه بسیار حساس است. حکومت بشار اسد تنها دوست و متحد جمهوری اسلامی است و به این دلیل ماندن یا سرنگونی حکومت اسد در سوریه تأثیر بسیار تعیین کننده‌ای بر حکومت اسلامی دارد و به همین دلیل مردم ایران نیز اوضاع سوریه را با حساسیت بی‌سابقه‌ای دنبال می‌کنند. در این رابطه گفتگویی رو داریم با محسن ابراهیمی از رهبری حزب کمونیست کارگری. با سلام به شما محسن ابراهیمی عزیز. منم سلام عرض می‌کنم به شما و به بینندگان گرامی تلویزیون. سلام به شما. اخیراً رئیس پیشین سازمان ملل کوفی انان به سوریه سفر کرده و طرح 6 ماده‌ای رو به امضای دولت سوریه رسونده. میتونید بگید این طرح شامل چه مفادی هست؟ این طرح 6 بند داره، 6 ماده داره که از اینا هستن در حقیقت آتش بس چند ساعته هر روز و باز کردن راه کمک‌های انسانی برای زخمی‌ها و کسایی که در صورت این جنگ به این وضعیت دچار شدن، بعد مذاکره دو طرف یعنی اپوزیسیون و مخالفین رژیم بشار اسد از یه طرف و خود بشار اسد و رژیمش، بعد آزادی دستگیر شدگان تو این دوره، اونایی که در این ماجرای هجوم و سرکوب و توحش رژیم بشار اسد دستگیر شدن، بعد رسانه ها اجازه پیدا کنن بیان داخل سوریه، بعدش آخریش هم آزادی عمل جنبش ها، چیزی به این شکل که احتمالاً منظورشون جریانات و شاید سازمان های غیر دولتی که هست اینا آزادی عمل داشته باشن. این چند تا ماده رو داره، ولی من میخوام همینجا اشاره کنم که اون چیزی که مهمه نداره، من فکر میکنم توجه مردم سوریه و اونایی که میخوان این جنبش، این انقلاب، این مبارزه به جایی برسه، به آزادی مردم از چنگال رژیم بشار اسد برسه، اون چیزایی که اینجا نیست در حقیقت مهمه و اونم مشخصا سرنوشت خود رژیم بشار اسد و خود بشار اسد. در حقیقت این طرح به یه معنا پوششی برای پوشوندن جنایات بشار اسد و این حکومته. ممنون از شما. یه سوال دیگه اینطور برای من پیش اومده: کشتار و شکنجه کودکان تو باران مناطق مسکونی و کلن 9000 کشته داشتیم این مدت، جنایت علیه بشریت حساب میشه. با این حساب طرح صلح با چنین حکومتی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ببینید، از نقطه نظر مردمی که تا کنون نزدیک 10000 کشته دادن، شکنجه شدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، واقعا توحشی که رژیم بشار اسد در این 1 سال نشون داده کم سابقه است. برای مردمی که در چنین وضعیتی با این حکومت مبارزه کردن و مبارزشون رو دارن ادامه میدن، نفرت عظیمی علیه جنایات این حکومت هم قبلا وجود داشت و هم در طول 1 سال گذشته به طور اولا متمرکز شده، تلمبار شده. برای چنین مردمی که بچه هاشون از دست دادن، کودکان این مردم رو شکنجه کردن، من خبری رو خوندم که نیروهای امنیتی بشار اسد بچه ها رو هم دستگیر کردن، یعنی تعداد وسیع زندانی کودک وجود داره که به زانوهاشون دارن تیر میزنن تا این کودک ها رو تا ابد فلج کنن. یعنی نه تنها شکنجه میکنن، تجاوز میکنن، خیلی مواقع میکشن، ولی حتی این کار رو میکنن تا این بچه ها رو تا آخر فلج کنن. برای چنین مردمی با نفرت عظیمی که در مقابل حکومت دارن، این طرح 6 ماده‌ای هیچی نداره. به یه معنا برگردم به سوالتون، مذاکره و صلح با چنین حکومتی معنا نداره. این حکومت جنایتکار از نقطه نظر مردم،
این حکومت نشون داده که حکومت مردم که نیست، حکومتی در مقابل و علیه مردمه و معلومه که صلح با چنین حکومتی برای مردم هیچ معنایی نداره. همچنان که در پاسخ به سوال اول گفتم، معنای عملی و واقعی و سیاسی طرح شش ماده‌ای کوفی انان به یه معنا و خریدن برای بشار اسد زمان ایجاد کردن برای این رژیم که بیشتر کشتار کنه، بیشتر سرکوب کنه، بیشتر ارعاب کنه، و به همین خاطر من فکر میکنم رژیم بشار اسد خیلی خوب استقبالش رفته. به استقبالش رفته البته خیلی رسمیه، فقط فرمال، هر کسی میدونه، هر کسی که از اوضاع سوریه مطلعه، کاملا از ماهیت رژیم بشار اسد مطلعه، کاملا براش روشنه که هیچ کدوم از این شش ماده عملی نخواهد شد و بشار اسد و حکومتش عملا میخوان وقت بخرن تا مردم رو به عقب نشینی بیشتری وادار کنن. محسن ابراهیمی عزیز، فکر میکنین چرا سازمان ملل و اتحادیه عرب با وجود این همه شکنجه ها، با این وجود این همه توپباران مردم بی‌دفاع، باز هم سعی میکنن حفظ کنن و نجات بدن بشار اسد از این وضعیت؟ سوالتون دو بخش داره، یکی سازمان ملل، یکی هم اتحادیه عرب. سازمان ملل در حقیقت همون غربه، یعنی منظورم اینه که ترکیب اساسیش و سیاست های عمومیش تحت تاثیر سیاست های عمومی غربه. جواب این سوال یه مقدار متفاوت با اتحادیه عرب، اگرچه یه مقدار به هم شبیه هم هستن. در رابطه با سوال غرب و سازمان ملل چرا واقعا تلاش میکنه حکومت سوریه رو نجات بده، من با پاسخ ضمنی که داخل این سوال هست خیلی موافق نیستم. غرب نمیخواد اسد رو به اصطلاح نجات بده و نمیخوادم برداره. به نظر من تصمیم غربی نیست که کدومش انجام بده. غرب یه هدف عمومی و استراتژیک و پایه‌ای داره که در مورد تمام این انقلابات صادق بوده، در مورد خود به نظر من رژیم سوریه هم صادقه. هدف اساسی غرب اینه که این موج عظیم انقلابات رو یه جوری پشت سر بذاره، حالا چه با حفظ حکومت ها، چه با حفظ مثلا بخشی از حکومت رو قربانی کردن مثلا رؤسای این حکومت، با هر شیوهی که ممکنه این انقلابات عظیمی که ممکنه کلن کل اون سیستم سیاسی و بعدن حتی سیستم اقتصادی رو زیر رو کنه، این از سرش بکنه. به این معنا غرب با توجه به این استراتژی خیلی کلی، به این به اصطلاح زمینه خیلی کلی، تاکتیک های خیلی متنوع و متفاوتی در مورد کشورهای مختلف داره. تاکتیکاش هم اساسا اینه که یک کاری بکنه که خشم و نفرت مردم رو متوجه سران اون حکومت، اونایی که جلو صحنه هستن، از جمله اینجا مثلا بشار اسد بکنه و خود نظام رو حفظ کنه. در نتیجه جواب سوال اینه که غرب به خاطر مصلحت طلبی سیاسیش یا بر روش مصلحت طلبانه سیاسی، بسته به این که انقلاب مردم سوریه، قدرت مردم سوریه چقدر پیش بره، تصمیم خواهد گرفت. اگر واقعا این انقلاب آنچنان پیش بره که بشار اسد رو بزنه کنار و بعد از اون کل اون نظام سیاسی رو فلج کنه، در هم بشکنه و دست ببره به نظام اقتصادی، معلومه که اینا حتی سعی میکنن خود بشار اسد رو نگردارن. اگر بتونن سر انقلاب رو با بردن بشار اسد شیره به مالن و مخالفین سیاسی که با بشار اسد مخالفن ولی در عین حال میخوان سیستم سیاسی پایه‌ای و نظام اقتصادی اون جامعه همچنان بمونه و سرمایه‌داری سوریه و همچنان سرمایه‌داری جهانی مردم اون منطقه رو بدوشه و یه نوعی از به اصطلاح حکومت‌های شبیه لیبی و اینا سر کار بیارن، این کارو خواهند کرد. میخوام بگم که پاسخ این سوال تماما مربوط به اینه که اولا اون استراتژی عمومی غرب دنبال بشه، یعنی انقلابات به جایی نرسه، و ثانیا بسته به تحولات و فاکتورهای مختلف سرنوشت بشار اسد رو چجوری تعیین کنن، بخوان بره یا بخوان بمونه. مرسی. محسن ابراهیمی عزیز، آخرین سوالم رو اینطور مطرح میکنم. با این وضعیت، با وضعیت جنگ داخلی، با این وضعیت بمباران و یه نوع حکومت نظامی، فکر میکنید انقلابی علیه این دیکتاتوری به وجود میاد؟ کلن آینده سوریه رو چطور میبینید؟ ببینید، به نظر من بشار اسد رفتنیه. من شکی ندارم که این حکومت میره، دلش هم خیلی روشنه. این پنجمین رئیس جمهوریه که تو به اصطلاح تو زنجیره سرنگونی الان سرنوشتش رو حواست و این میره. دلش هم این هست که اون شکافی که بین بشار اسد و حکومتش از یه طرف مردم به وجود اومده، این شکاف فوق العاده عمیقه. این شکاف رو به نظر من با هیچ چیزی نمیشه پر کرد، با
6 ماده سهره، 60 ماده هم بیارن نمیتونن پر کنن. مردم رژیم بشار اسد رو نمیخوان و با علارغم این همه ارعاب، این همه سرکوب، این همه توحش، این همه کشتار، واقعا شگفت انگیزه که مردم در مقیاس ده ها هزار نفره همچنان در خیابونا هستن و اساسا هم واقعا با دست خالی دارن با یه رژیم تا دندون مسلح و فوق العاده وحشی مقابله میکنن. به این معنا به نظر من بشار اسد موندنی نیست، ولی وقتی بشار اسد میره سرنوشت اون جامعه چی میشه؟ به نظر من جنگ داخلی یا سناریوی سیاه که معمولا مطرح میکنن خواست قلبی اولا خود رژیم، سران رژیمه، چون اینا دوست دارن اگر واقعا خودشون در حکومت نباشن منافع سیاسی و اقتصادی خودشون تأمین نشه اون جامعه درب و داغون بشه، اون جامعه اصلا از توش اثری هم نمونه، براشون مطلقا مهم نیست. یکی اینا هستن، یکی هم به نظر من جریانات اسلامی تروریستی که دوست دارن از این فرجه های سیاسی، خلای سیاسی که به وجود میاد استفاده کنن و چون میدونیم که زمینه رشد جریانات تروریستی اسلامی سناریوی سیاهه، جنگ قدرت، جنگ به اصطلاح داخلیه، اونا هم میخوان. این میل باطنی ایناست یا تلاش که اینا دارن میکنن، ولی من فکر میکنم اوضاع به این سمت نمیره، یا اینجوری بگم فاکتورهایی وجود دارن که دخیلن، مهمن، که مانع چنین وضعیتی به وجود میان. این فاکتور هم توده خود مردمه، توده وسیع مردمه و مخصوصا نسل جوان. نسل جوان در کشورهایی که انقلاب شد تا الان نشون دادن که آماده، جربزه، توان و استعداد اینو دارن که خلأ سیاسی رو خودشون با کمیته‌های محلی، با ارگان‌های خود اداره به اصطلاح پر کنن. به طور قطع سوریه هم این نیروها رو وجود داره، به طور قطع اونجا هم از انقلابات مصر و تونس و جاهای دیگه یاد گرفتن. اینا میتونن خلأ قدرت رو به این معنا پر کنن، ولی آخرین نکته هم اینه که غرب تصویر خیلی عمومیتر به نظر میاد یا محتملتر اینه که غرب هم بشار اسد میره و غرب سعی میکنه با ترکیبی از اپوزیسیون و مخالفین سیاسی که مخالف بشار اسدن ولی موافق حفظ نظام طبقاتی، حفظ نظام استثمارگر، حفظ نظامی که بالاخره رو دوش توده وسیع مردم، رو دوش توده وسیع کارگران، یه مش میلیونر همچنان اونجا حکومت کنن، سعی میکنه این اپوزیسیون رو سر هم بندی بکنه و الان هم داره میکنه. همین چند روز پیش فکر میکنم در ترکیه شروع کردن به عنوان دوستان سوریه تجمعاتشون رو دارن تشکیل میدن، یه ترکیب اینجوری سرکار بیاره که البته بعد از اون انقلاب به نظر من ادامه خواهد داشت. بعد از اون تازه فرجه باز شده بعد از سرنگونی بشار اسد هست که میدون رو فراهم میکنه تا کارگرا و تا توده های وسیع محروم مردم خودشون رو سازمان بدن و تا میتونن خواسته های انسانی خودشون رو به این حکومت یا حکومت بعدی تحمیل کنن. با تشکر از شما محسن ابراهیمی عزیز.